اجازه بدید بریم به سراغ همکارم مریم رحمتی که در مقر سازمان ملل همراه ما هست. مریم، با تمام خوشبینیان که حالا من خودم هم بهش اشاره کردم، اما اینجا دست کم در اسرائیل خیلی خوشبین نیستن و به نظر میرسه تا الان هم امریکا به دلیل اینکه اسم حماس در این قطعنامه نیومده موافقت خودش رو اعلام نکرده. بشنویم جزئیات بیشتر از تو. دقایقی پیش ما اینجا داشتیم از یک دیپلمات آمریکایی میشنیدیم که هنوز مذاکرات فشرده میان ایالات متحده آمریکا و امارات متحده عربی بر سر پیشنویس قطعنامه‌ای که قرار هست احتمالاً امروز به رأی گذاشته بشه جریان داره. میدونیم که قرار بود رأی گیری روز گذشته روز دوشنبه انجام بشه ولی موکول شد به بعد از ظهر از صبح و بعد از ظهر موکول شد به امروز سه‌شنبه و حالا هم که قرار بود ساعت 10 رای گیری انجام بشه دوباره قرار نیست به این زودی ها اتفاق بیفته، چنانچه که هنوز مذاکرات میان این دو کشور به نتیجه نرسیده. احتمال میره به گفته یکی از نمایندگان امارات متحده عربی که ساعت 12:30 رای گیری صورت بگیره. چیزی که الان واضح و مشخص هست اینه که هنوز اختلافات گسترده‌ای وجود داره میان دو کشور آمریکا و امارات متحده عربی. موضوعی که تو بهش اشاره کردی همون نام حماس هست که در این پیشنویس قطعنامه مثل پیشنویس‌های قبلی ذکر نشده، اما حمله به غیر نظامیان محکوم شده. به هر حال این پیشنویس قطعنامه که دوباره از سوی امارات به شورای امنیت آورده شده خواستار توقف فوری و پایدار درگیری‌ها برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه از راه زمین، دریا و همچنین هوا هستش و این در حالیه که مقام های سازمان ملل در مورد وضعیت بشری در نوار غزه دارن هشدار میدن و همچنین گسترش بیماری ها. اشاره بکنم که در حال حاضر جلسه ای در جریان هست در همین سالن پشت سر من در شورای امنیت در مورد فلسطین و نمایندگان سازمان ملل در حال سخنرانی هستن و در مورد وضعیت کنونی دارن به شورای امنیت توضیحاتی رو ارائه میکنن. به هر حال باید منتظر بمونیم و ببینیم که آیا در ساعات آینده این رأی‌گیری صورت خواهد گرفت یا نه. احتمال میره که در این رأی‌گیری آمریکا به جای وتو رأی ممتنع بده که در این صورت این قطعنامه تصویب خواهد شد.